Mr. Reza Amiri is also a human rights activist and a member of Human Rights Defending Association. He himself is a Sunni Muslim, and he's going also to talk about the issue of the situation of the Sunni prisoners in the Rajai Shahr prison. So as long as I know, he has been speeches before the attack that was said to be done by Sunnis, a terrorist attack to the monument of Khomeini. So thank you very much. با سلام خدمت تمام حضار گرامی و تشکر از سازمان غیر دولتی سودوین که این وقت رو در اختیار من قرار داد. طبق قوانین بین‌المللی شرایط زندانیان فارغ از هر جرم و اتهامی که به او وارد است باید منطبق بر کرامت انسانی و از استانداردهای جهانی برخوردار باشد. سال هاست که جمهوری اسلامی به دستور مستقیم وزارت اطلاعات و سپاه به سرکوب و حذف زندانیان عقیدتی اهل سنت مشغول است. با پرونده سازی برای عده زیادی از معتقدین اهل سنت، آنها را به اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه های سلفی و مشارکت در ترور دستگیر و شکنجه کرده و سپس در دادگاه های چند دقیقه‌ای برایشان حکم اعدام صادر و اجرا می شود. بر اساس ماده 183 از قانون مجازات اسلامی، کسی که برای ایجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می باشد. در حالی که به گفته منبع مرکز اسناد حقوق بشر ایران، تا کنون هیچ مدرکی دال بر اقدام مسلحانه این افراد در دادگاه ارائه نشده است، تعداد زیادی اعدام شدند و یا حکم اعدام گرفتند. بیشتر این زندانیان از مناطق کردنشین و غرب کشور هستند که در بازداشتگاه اطلاعات و در زندانهای دور از محل سکونتشان نگهداری می شوند. در زندان رجای شهر کرج که یکی از ده ها زندان مخوف به شمار می رود، تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی اهل سنت کرد در شرایط سخت و نامناسب نگهداری می شوند. آنها بدون تفکیک جرائم در کنار زندانیان با جرائم خطرناک به سر می برند. این دسته از زندانیان عقیدتی اهل سنت نام زندانیان گمنام را بر خود گماردند، زیرا در موارد بسیار از حق داشتن وکیل و تماس با خانواده محرومند. بهداشت و تغذیه بد و عدم دسترسی به درمان و ارتباط با محیط بیرون سبب مرگ خاموششان در زندان توسط حکومت است. با وجود مبتلا بودن تعداد زیادی از این زندانیان به بیماری‌های گوناگون، دسترسی به دارو و مراقبت‌های پزشکی ندارند. در صورت اعتراض زندانیان به شرایط اسفبار خود و یا داشتن درخواست و مطالباتی نظیر مرخصی استعلاجی، با رفتارهای خشونت‌آمیز مسئولین زندان روبرو هستند و حتی تهدید به مرگ می‌شوند. شایان ذکر است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با اعمال فشار به خانواده‌های اعدامیان مانع از افشای نام و مشخصات اعدامی‌ها می‌شود. شکنجه‌های طاقت فرسایی در مورد این دسته از زندانیان جهت اعترافگیری اجباری اعمال می‌شود، نظیر وارد آوردن شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن از جمله آلت تناسلی، شکنجه جوجه کباب، آویزان کردن زندانی با بستن پاها به سقف و در حالت قپانی، تشنه نگاه داشتن به مدت بسیار طولانی، تحقیرهای مختلف از قبیل تراشیدن ریش و توهین به مقدسات، جلوگیری از برگزاری اعمال و فرایض دینی و اعدامهای نمایشی. لازم به ذکر است که پس از ماها و سالها نگهداری زندانی در شرایط دشوار و بلا تکلیفی، حکم اعدام برایش اجرا شده است. شایان ذکر است که با دستگیری افرادی که تنها نان‌آور خانواده هستند، خانواده با مشکلات متعددی روبرو می شود. تهیه مخارج زندگی و هزینه تحصیل فرزندان، همچنین مخارج دیگر و فشارهای روحی روانی سبب آسیب‌های جدی به بنیان خانواده است. از آن گذشته بستگان زندانی به طور مداوم با تهدید و رفتارهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی روبرو هستند. بسیاری از زندانیان در مسافتی بسیار دور از محل سکونت خود در زندان می‌باشند. از این رو خانواده‌هایشان قادر به پرداخت هزینه سفر و دیدار با آنها نیستند. عدم ملاقات حضوری و وقت کافی، همچنین وجود دیوار مابین خانواده و زندانی در زمان ملاقات، رنج و فشار مضاعف برای خانواده و زندانی می باشد. در موارد بازرسی، افراد خانواده حتی کودکان به شیوه روباور صورت گرفته که سبب ترس و بهمیختگی بیش از حد آنها شده است. همکنون حدود 50 نفر زندانی اهل سنت در اندرزگاه 7 سالان 21 زندان رجای شهر در حبس هستند که 3 نفر از آنها حکم اعدام گرفتند. اسامی آنهایی که حکم اعدام گرفتند بدین شرح است:
آقای جمال سید موسوی، آقای عبدالرحمن سنگانی و باردان نصرالله زاده. زندانیان دیگری که در اثر شکنجه در شرایط نامساعد جسمی به سر میبرند، آقای تیمور نادری، فرزاد شاهنظری، فرشید ناصری، ماموسا فرهاد سلیمی، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، قاسم آبسته، انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، فیروز حمیدی، خسرو شرفی پور و فعاد رضایی هستند. من بعد اینجا اشاره بکنم که این اسامی برخی از این عزیزان بود و من اجازه نداشتم برخی از این عزیزان اسامی کاملشون رو ببرم به دلایل امنیتی که خودشون مایل نبودن. ما از جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و تمام آزادی‌خواهان تقاضامندیم که به نام انسانیت از زندانیان اهل سنت حمایت گسترده کنند و ما خواهان توقف اعدام و آزادی تمام زندانیان سیاسی و اقلیتی هستیم. همچنین خواهان پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی به نقض حقوق این انسان‌ها می‌باشیم. با تشکر از شما عزیزان. که توی اورفنیج هم کار می‌کرده. If I understand your question, it was about a woman in jail, and